برام خداوند بزرگ و بلند مرتبه، سلام علیکم. به برنامه 100 ثانیه خوش آمدین. شب پنج شنبه ویژه برنامه ما ادامه پیدا کرده و امشب ادامه برنامه ویژه را شما از طلوع بیننده هستین و لیسه رابی بلخی تا به حالم هستن. پشت پای سر ما کم گرفتن که باید تا آخرین مرحله را پیش برن و پول هم زیاد به دست بیارن. مرحله اول را کاملا بدون اشتباه عبور کردن و سلام مجدد به همتون. آماده هستین دیگه به ادامه برنامه؟ خب 70,000 دارین، 70,000 تا نگه زیاد میکنین، کم میکنین، مربوط شما میشه. دوستای با ما هستن، آریا متعلم صنف 12 است، اول نمره است و شاگردان ممتاز دیگه که با آریا جان همراهی میکنن، کوثر است و بی‌نظیر. پرسش پنجم منتظرش هستیم و شما دوستان ما متعلقان هستیم، منتظر هستیم که ببینیم که چی میشه نتیجه. این پرسش پنجم است، 80,000 ارزش است. قاره آسیا نظر به جغرافیای سیاسی به چند منطقه تقسیم شده است؟ الف 5 منطقه، ب 6 منطقه، ج 7 منطقه. نظر به سیاسی جغرافیا سمتوسه. پنج منطقه دارم. چطور؟ کدام منطقه؟ 5 منطقه، 6 منطقه، 7 منطقه. قاره آسیا. میگه به نظرتون کوزنی پیترسن 6 منطقه؟ 6 منطقه. 6 هم به نظرم 6 شاید هم 5 باشه. 6 6 6 خب من 6 انتخاب میکنم به نظرم. آریا وقت دارین؟ میگیریم 6 رو میگیریم. 6 تایید کنین. خب 6 منطقه را دوستا گرفتن و ببینیم که نتیجه چی میشه، چون مرحله دوم است. 29,600 به حساب شده، پولشون مجموعا میشه اگر درست باشه 99,750 افغانی. اگر اشتباه کرده باشن 70,250 افغانی از مرحله اول که داشتن بدون اشتباه میشه 52,688 افغانی. و پرسش قاره آسیا نظر به جغرافیای سیاسی و چند منطقه تقسیم شده است که 6 منطقه را دوستان انتخاب کردن و 60 ثانیه گذشت و این انتخاب صورت گرفت. یا پولشان بیشتر از 100,000 میشد یا 70,000شان میشه 52,000. دو گپ است، اما اساس ترین پاسخ است به خاطر ادامه کار گروهیشان. نتیجه نخیر. جواب درست هست جیم، 7 منطقه. بله خب خیر، هیچ مشکل نیست. شما دو شانس دارین. 7 کدام کس نگفت که 7 منطقه؟ جد شلی 5 و 6 بودین و اومردویش اشتباه بود متاسفانه که 7 درست بود، اما هیچ گپی نیست، یک شانس از دوستا ازشان رفت. دو شانس دیگه با دوستا هست. خب قاره آسیا نظر به جغرافیای سیاسی به 7 منطقه تقسیم شده. خب 7 منطقه که قاره آسیا تقسیم شده، ما براتون نام میگیرم. آسیای میانه، جنوب آسیا هست که جنوب آسیا را زیاد مشهور هم هست که شما شنیدین معمولا در بازی های سپورتی، یا جنوب شرق آسیا هست. شرق دور است، آسیای مرکزی هست که معمولا کشورهایی که در مرکز آسیا قرار داره شامل آسیای مرکزی میشه. آسیای شمالی هست ششم، و هفتمش هم آسیای غربی هست که در مجموع 7 منطقه از لحاظ جغرافیای سیاسی تقسیم بندی شده، یعنی آسیای یک آسیا است. دوستا 6 گرفته بودن که تاسفانه اشتباه اول صورت گرفت. پولشان 70,250 افغانی میشه 52,688 افغانی. و دقت کنین به پرسش‌های بعدی، مایوس نشین. دو شانس با شما هست، مانای زیره میده که دیگه شما تشویش باید نداشته باشین. خب پرسش ششم، اوسط درجه حرارت در سطح سیاره مریخ به چند درجه سانتیگراد میرسد؟
الف 48 درجه سانتیگراد، ب 52 درجه سانتیگراد، جیم 55 درجه سانتیگراد. اوسط گفتم 55. به نظرم که 55 است. من فکر می کنم که 48 باشه. چطور؟ 48 به خاطر که مریخ زیاد مشابه به زمین است. درجه حرارتش زیاد نرمی باشه. مریخ نسبت به زمین دورم است. 48. 48 میگیریم. آسد شدارش. 48 میگیریم. گرفتیم. آسد درجه حرارت در سطح مریخ به چند درجه سانتیگراد میرسد که دوستا بحث کردن میگن 48 درست است و 48 100% متقن هستین یا نه؟ 80% 80% متقن هستین. حالا میبینیم نتیجه را که 48 درست است. نه خیر، جواب درست هست جیم 55 درجه سانتیگراد. خب 55 گفتم. 55 بوده متاسفانه. 52 هم نبوده. بعد از سیاره زمین مریخ قرار داره که نسبتاً از زمین کوچکتر می باشه و سردتر هم است، اما 55 درجه سانتیگراد درجه اوسطش است. رنگش سرخ است و دوستا 48 گرفته بودند. متاسفانه که 48 گزینه اشتباه بود. مرحله دوم یک کمی از داره مشکل ساز شد بر شما، چون بحث زیاد باید کنیم، وقت می داشته باشین و اشتباه دوم صورت گرفت. 52,688 افغانی میشه حال نیم 26,344 افغانی. خب بازم مایوس نشین، تشویش نکنین، یک شانس با شما هست، اما به شرطی که از شانس خوب استفاده کنیم. یک وقفه میگیریم دوستا که دوستا میگذارد تازه تر شوند و بعد از وقفه پرسش هفتم خواهد بود. دوستا دوباره خوش آمدین. ادامه ویژه برنامه 100 ثانیه را میبینین و نوبت لیسه رابی بلخی بود که شب پنجشنبه آمدن و تا امشب هم برنامهشان ادامه پیدا کرده. شاگردان ممتازش با ما هستن. مرحله اول بدون اشتباه عبور کردن، مرحله دوم دو اشتباه صورت گرفت و یک شانس دارن. شما باید دقت کنید. خب پیش از اینکه بریم به طرف پرسش، کوثر جان شما چی را دوست دارین که باز بخونین وقتی که پنتون امسال خلاص شد، مکتب خلاص شد امسال؟ رشته اقتصاد دوست دارین. بسیار عالی. آریا شما چطور؟ انجینری دوست دارین که بخونین؟ خب و بی‌نظیر؟ ما اقتصاد. اقتصاد خوش دارین. خب بریم خیلی به پرسش هفتمتان که اقتصاد دو نفر خوش داره و پیسه تان یک ذره بالاتر ببرین، اقتصاد تان خوبتر شود. یک شانس و این پرسش از مضمون کیمیا هست. چی هست؟ کدام عناصر در طبیعت به شکل ترکیبی یافت می شوند؟ الف کلورین، ب فلورین، جیم آیودین. ترکیبی کلورین، فلورین، آیودین. به نظر مرسیش هست، ارسیش در گروپ هلوژن افتون. کدام عناصر؟ عناصر گفتنی؟ به طبیعت به شکل ترکیبی ارسیش هست. مولکولی به شکل مولکولی پیدا میشه؟ دایتومی هست. ارسیش ارسیش بله. پرسش حساس و پاسخ حساس که دوستان را یا خدا نخواسته حذف می سازه این پاسخ، یا 80,000 پولشان می شه و یک شانس هم حفظ می تانند کنند. چی گونه است؟ درست است پاسخ؟ هر سه گزینه یا نه؟ بله،
هر سه گزینه بله. درست است. بسیار خوب. کلورین، فلورین، آیودین و برومین یکی دیگه هم هست، یک عنصر دیگه که از جمله عناصر غیر فلزی هست و نسبت به فعالیت بیشترشان به شکل ترکیبی یافت می شوند. کاملا پاسخ هم تو ماکم 100% درست بوده. اینا خوب شد که از یک تشویش کلان بیغم شدیم که می پرسیدم درست بود. 56800 به حسابشون میه، 70000 که در محله داشتن عالم خوب است. اینا دل کردن به محله دوم آمدن، 83144 افغانی هست به حسابتون. میرین به مرحله سوم با یک شانس، یا میگین نه بس ما است. دو پرسش دیگه است، 130000. اگر وارا پاسخ بدین باید دیگه 100% بالا خود تقن باشین که برین محله دوم. با مرحله سوم انتخاب 20 ثانیه. به نظر ما استاد پیش بریم، سوال های زیاد جواب بدیم. سوال های زیاد جواب خون میتیم، با سخت شدن میره. یک شانس داریم، اگر دو شانس میداشتیم میره. 9-8 انتخاب زودتر زودتر چی؟ استاپ. بله استاپ. خواه صحیح شد، دوستا تصمیم نگرفتن. شما چی میگین کوثر؟ به نظر ما ادامه بدیم. ادامه بدین شما؟ ادامه بدیم. خودت دیگه میتونی با نظرت هم تو باشی. خب بی‌نظیر میگم که توقف، اما دوستایش میگن که نه ادامه میتیم. دو پرسش بسیار مشکل خواد بود چون مرحله تغییر کرد. 130000 هر کدام ارزش هست، اما گفتن نمیتونیم که یک بار ببینیم که شما پاسخ بگین. 3 پرسش باقی مانده است. خب 260000 در این مرحله است و 400000 هم در مرحله آخر میشه. 660000 افغانی دمی 3 پرسش دیگه باقی مانده است و شما 7 پرسش پاسخ گفتین، دو اشتباه بوده، دیگه هشت 5 پرسش درست بوده. دقیق تر شوید. پرسش هشتم میبینیم که چی است. پتاسیم کلوراید به چه اندازه در آبهای شور وجود دارد؟ الف 4.85%، ب 6.85%، جیم 9.85%. پتاسیم کلوراید. پتاسیم کلوراید در آبهای شور. در آبهای شور. کلورین کلوراید زیاد است، نه در آبهای شور باید زیاد باشه. کلورین خواهم رای سودیم کلوراید در آب شور می باشه. من فکر میکنم 4.85 بگیریم. بیشتر از اون نخواد باشه. در آبهای شور. به نظر ما میره. 4.85. خاطر که مقدارش باید کم باشه. کلورین خوبی از اون می باشه امرای. کلورین خوبی. پتاسیم کلوراید سدیم است. خب ما یعنی کلورین میگم. کلورین خواهد 6.85. یعنی میره 4 میگیریم. به خاطر که کم شاید باشه ده. شاید. 6.85. کمی زده. 4.85 میگیریم. بعد از وقفه ما رو منتظر باشین و ببینین که درست است پاسخ یا نه. بساسترین لحظات برنامه 100 ثانیه خوش آمدین و کسانی که نو پیوستن، لیسه عالی رابعه بلخی شاگردان ممتازش با ما هست و سوال هشتم است که پاسخ گفتن، اما یک شانس دارن و منتظر هستن، ترس دارن که آیا درست است یا که نه و ببینیم که نتیجه چی میشه. خب متأخن معلوم متردد معلوم میشین از دیگه عددش که امی مناسب تر معلوم میشه. خب حالا ببینیم که پاسخ هشتمین پاسخشان درست است، پولشان بیشتر از 122000 میشه یا 83000 که داشتن او صفر خواهد شد. چیگونه؟ بله، جواب درست بله. هست. الف 4.85%. کاملا درست. تبریک باشه برتان. حال دیگه
تقریبا 5-6000 نفر می تبریک باشه برای دوستایش. پتاسیم کلوراید به چه اندازه داراب های شور وجود دارد که زیادتر دوستا بحثشان بالای 4.85 بود و 6.85 هم چند بار سرش یاد کردین، اما زیادتر خوب شد که دستان به اونجا نرفت که انتخاب نکردین و آریا زیادتر متأخر بود بالای 4.85 که یک محاسبه کرد و بالاخره نمان دوستاره که اشتباه صورت بگیره و دل کردن به محله سوم آمد. محله سوم تو یکان پرسش های مشکل می باشه. 4300 به حسابتان آمد، بازم موفقیت از پولتان مجموعا میشه 123444 هم کنیم. خب هشتمین پرسش بود، حالا میریم به نهمین پرسش و نهمین پرسش 130000 ارزش است. امو ریکارد اگه شما به دهمین برین دیگه شما اول میشین در بین مکتبای گذاشتن، اما معلوم شد که پرسش نوم چیگونه پاسخ میگن. یعنی بسیار دقت کنین، 130000 ارزش شده پرسش است، یک پرسش دیگه باقی خواهد ماند. انگلیس ها از امیر شیرعلی خان میخواستند که نمایندگانشان در کدام ولایات به صورت دائم حضور داشته باشند. الف کندهار، ب هرات، جیم بلخ. به صورت دائم، به صورت دائم کندهار بلخ بود به نظرم، هرات نبود. کندهار خواست، هرات بلخ یکیش بود، کابل کندهار، کابل کندهار، کابل کندهار یکیش هرات بود به نظر، یا بلخ، کابل کندهار، بلخ به نظر من بود. هرات فکر نکنم باشه. کابل قندهار ولایت سیومش، بلخ بود نایفون هرات بود. امی خواب سکونه دیمه شیرعلی خان کجا بود؟ او کابل بود، کابل خصد، کابل از خوب، قندهار هم هست. و از هرات بلخ یک شه بیریم. کدام ولایت بسرال دیمه هرات؟ هرات یا بلخ؟ بلخ، قندهار بلخ میگیریم. هرات فکر نکنم باشه. هرات قاید چیز نیست؟ قندهار بلخ بگیریم. بلخ نزدیک تر است. قندهار بلخ. تایید؟ خب، انتخاب شد و زیاد بحث کردین، دقت کردین. ما زیاد از هرات و بلخ زیاد شنیدم. و شما قندهار رو کجا رو انتخاب کردین؟ کابل قندهار است، از بین هرات و بلخ. کجا؟ بلخ. هرات هم یک از گزینه‌ها بود، ارسش به نظرتون درست نیست؟ نه خیر، یکش کابل بود به نظرم. یکش کابل بود. نتیجه را می‌بینیم، دوستان زیاد تشویش دارن، ببینیم چی تو میشه. 28600 به حساب شده. پولشان مجموعا میشه 152044 افغانی. اگر اشتباه کرده باشن خدا نخواسته 123444 افغانی صفر خواهد شد و حساس ترین پاسخ است. پرسش: انگلیس ها از امیر شیرعلی خان می خواستند که نمایندگانشان در کدام ولایات به صورت دائمی حضور داشته باشند که از سه گزینه که ما دادیم کندهار، هرات، بلخ. دوستان میگن کندهار و بلخ درست است؟ که کندهار بلخ از زیادتر آریا نظر میداد. در بین شما دیگه کی نظر میداد کندهار بلخ یا هم هرات؟ هم هرات کس نمیگفت؟ هرات نمیگفت و کندهار و بلخ به نظر دوستان کاملا درست است. و ببینیم که نهمین پاسخ لیسه شاگردای ممتاز لیسه عالی رابی بلخی صحیح است یا که نه. نخیر، جواب درست هست الف و ب. متاسفانه هرات بود. شما به جای هرات بلخ زیاد گفتین و هرات هم مشهیدم زیاد گفتین، اما هرات را سر زیاد تاکید نکردین. انگلیس ها از امیر شیرعلی خان میخواستند که نمایندگان دائمیشان در سه ولایت افغانستان باقی بانند که یکی کابل بود، یکی کندهار بود و دیگه شام هرات بود، نه بلخی که دوستا گرفته بودن. و مقاصدشان مقاصد استعمارگرایی بود که به این پیشنهادشان امیر شیرعلی خان
نه گفت و رد شد. خب متاسفانه که به جای هرات دوستا انتخاب کرده بودن بلخ که اشتباه هست. خب خیر مشکل نیست، نهمین تا نهمین پرسش پیش آمده، یعنی 123000 میشه صفر و متاسفانه که اشتباه سوم بود. هیچ گپ نیست، تشویش نکنین، شما دیگه حالا دیگه مساوی پیش میرین و در ریکارد هم رسیدین و بلندترین هستین شما تا به حال، صحیح است؟ دیگه یک پرسش دیگه باقی مانده بود، اگر درست پاسخ میگفتین من تقریبا بودم بوده اونجا میرفتین. پرسش آخرام ساده بود، زیاد مشکل نبود اما شما متردد بودین. خب بسیار خوش آمدین کوثر، آریا و بی‌نظیر، دل داشتین نام خدا و دانستین تا مرحله سوم پیش برین. دوستا این بود ویژه برنامه ما که پنج شنبه شب آغاز شد و امشب شنبه شب ختم شد با لیسی عالی رابی بلخی و شاگردهای ممتازش کوثر، آریا و بی‌نظیر. بسیار لایق بودن نام خدا، بسیار خوب بازی کردن، نو پرسش پاسخ گفتن، یک پرسش دیگه باقی مانده بود که نام خدایشان تانستن تا نومین پرسش پیش بیان. و اگر شما علاقمند هستین که به برنامه عادی ما بیاین، 4356 در خدمت شماست، همیشه موفق کامگار باشین و مکاتب دیگه هم خواهش میکنیم ازشان که بیاین در این رقابت 100 ثانیه اشتراک کنن و استعداد خود به نمایش بگذارن. بقیه برنامه طلوع را فراموش نکنین. تربیه خیلی چاره دختای پامان تل دیوی افغانستان.